سال گذشته در حالی که خیزش مردم منطقه در کشورهای تونس و مصر به اوج رسیده بود، رژیم آخوندی که میدید آتش این شعله عبای او را هم خواهد گرفت، برای مرعوب کردن جامعه در تاریخ 7 دی ماه مجاهد قهرمان علی صارمی را که 24 سال در زندانهای مخوف شاه و شیخ مقاومت کرده بود را اعدام کرد و 27 روز بعد در تاریخ 4 بهمن ماه دو قهرمان سرفراز دیگر از خانواده های مجاهدان اشرف یعنی محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی را همزمان با اربعین حسینی به دست دشتیمان خامنه‌ای به شهادت رساند. اما این جنایات نه تنها مانع از شعله ور شدن آتش قیام نشد، بلکه مردم به پا خواسته در روز 25 بهمن در خیابان‌های تهران شعار می‌دادند پیام خون جعفر نبرد صد برابر. و میکشم میکشم آن که برادرم کش. محمد مختاری 22 ساله و سانه اجاله 26 ساله شهیدان خیزش قهرمانانه مردم در تهران بودند. شهید محمد مختاری قبل از شهادتش در فیسبوک خود نوشته بود: خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشست زیستن در ذلت خستم. به خلق محبوب و در زنجیرمان، به ویژه جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و محصلین هم میگویم که زمان برخاستن است. امیلیانو زاپاتا گفت: بهتر است ایستاده بر پاهایمان بمیریم تا بر روی زانوانمان زندگی کنیم. هیهات من الذله. به دنبال قیام 25 بهمن، رژیم آخوندی در وحشت از گسترش خیزش عمومی و نگران از استقبال گسترده مردم از سازمان مجاهدین خلق ایران، ادعاهای مضحک خود علیه مجاهدین را شدت داد. رژیم در یک دروغ رسوا، سانه اجاله شهید قیام را بسیجی معرفی کرد و مدعی شد که او توسط مجاهدین به قتل رسیده است. منافقین هم توی این قضیه خیلی فعال بودن. دقیقاً چیزی که ما به دست آوردیم این هست که از اول طراحی کرده بودن، فرد رو حتی شناسایی قبلی کرده بودن و با برنامه ریزی به دنبال این بودن. به حمدالله موفقیت بسیار خوبی هم برادران ما به دست آوردن که مجموعه‌ای که توی این حرکت نقش داشتن و در واقع به دنبال این حرکت بودن، اون مجموعه مورد شناسایی و در واقع اقدامی که باید در موردشون صورت بگیره صورت گرفته. همچنین سردمداران رژیم یکی بعد از دیگری به صحنه آمده و به زوزه کشیدن علیه مجاهدین پرداختند. جنس اغتشاشات روز 25 بهمن جنس اغتشاش روز عاشورا بود، یعنی همون جنایتکارانی که به عزاداران سید الشهدا حمله کردند، همون جنایتکارانی که مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند، همانها آفریننده جنایت 25 بهمن بودند. محور اصلی تحرکات هم اطلاعاتی که دوستان دادن و دستگیری هایی که انجام شده نشون میده که منافقین نقش بسیار فعالی رو تو این حرکت انجام دادن. باز ما برداشتمون اینه که منافقین الان تو عراق تو مخمصه گیر کردن، الان تو عراق اونها تو پادگان اشرف میخوان بخوننشون بیرون، تو هیچ کجای دنیا الان جای خاصی ندارن
به نظر میرسه منافقین متعهد شده بودن که اگر اینجا به یه توفیقاتی دست پیدا بکنن، امریکایی های پاداش خوبی در غرب به اینها بدن. تمام دستگاه های اطلاعاتی و تبلیغاتی کشورهای غربی و منافقان و سلطنت طلب ها تحریض و تحریک می کردند برای حضور در یک راهپیمایی که برای مقابله با حرکت عظیم و با شکوه 22 بهمن مردم بود. روز 25 بهمن امسال بار دیگر چهره منافقانی جریان فتنه در برخی خیابان‌های تهران آشکار شد. ملت بیدار ایران فراموش نمی‌کند که در 25 بهمن سال 1357 جریان منافقین نخستین تجمع ضد انقلابی خود را در تهران برگزار کرد. این فتنه که یادآور جنگ مسلحانه عناصر ضد انقلاب و منافقین در سالهای 1359 و سال 1360 در شهرستان انقلابی پاوه است، طراحی شوم دشمنان نظام در جریان فتنه اخیر را به خوبی آشکار می کند. چند تا مناسبت داره 25 بهمن. یکی این که 25 بهمن یک در واقع روزی است که متعلق به منافقین و سلطنت طلب هاست. 25 بهمن رو از این جهت انتخاب کردن که بتونن تمام توان اینها رو بکشونن تو صحنه، منافقین و سلطنت طلب ها رو. ایشون در مورد این آتیش زدن سطلا بگم. ببینین این آتیش زدن سطلا اشکار اصلا کاری نداره. من خواهد کنم ببینیم الان همون نکته اولی که اشاره کردیم، ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد. شما میگین 200 نفر اومدن، بعد میگم 300 نفر، نه 400 نفر، نه 500 نفر، نه 1,000,000 نفر. خودشون هم اینو نمیگن که آخه در مقابل جمعیت 75 میلیونی اصلا چیه؟ اونم شما بیایی وسط خیام مثلا یه گوشه واسه یه رابندون ایجاد کنی، بعدش هم بیایی یه سطلی آتیش بزنی و فیلمی بگیرین و بعدش هم فرار کنی. اصلا ببینید هیچ چی نیست.